أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. آیه 12 سوره مبارکه یوسف علیه السلام. در قرآن کریم در داستان حضرت یوسف و یعقوب سلام الله علیهما، وقتی که فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام از ایشون خواستند که حضرت یوسف علیه السلام رو همراه ایشون برای فردا اجازه بده که به صحرا برن، با این عنوان و این بهانه که او هم ورزش بکنه و هم بازی بکنه، یرتع و یلعب. حضرت یعقوب علیه السلام در برابر این خواسته و این استدلال سکوت کردند، یعنی پذیرفتن که انسان نیاز به ورزش و نیاز به نشاط داره. نقل تأیید حضرت یعقوب علیه السلام برای ورزش حضرت یوسف علیه السلام مورد تأیید قرآن کریم هم هست. قرآن و روایات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تأکید شده بر سلامت بدن، سلامت جسم و ورزش کردن. علاوه بر اون در قرآن کریم از دو پیامبر به خاطر ویژگی های قدرت و نیروی بدنی تمجید شده. پیامبر اول جناب طالوت علیه السلام در سوره مبارکه بقره آیه 247، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطه فی العلم والجسم. خدای متعال حضرت طالوت رو انتخاب کرد و دلیل انتخابش هم عالم بودن و هم نیرومند بودن حضرت طالوت علیه السلام. در جای دیگه از قرآن در جریان کمک کردن حضرت موسی علیه السلام به دختران شعیب سلام الله علیه، وقتی که یکی از اون دو دختر به پدر بزرگوارش میفرماد ان خیر من استأجرت القوی الامین، کسی رو اجیر بگیر پدر که او هم نیرومند باشه و هم امین باشه. حضرت موسی علیه السلام در جوانی و نیرومندی و سلامت جسم بوده. تو پرانتز، وقتی حضرت شعیب علیه السلام از دخترش سوال کرد که نیرومندی پیداست، او یک تنه دلو آب رو از چاه کشید و گوسفندان رو آب داد و سیرابشون کرد، اما امین بودنش رو از کجا فهمیدی؟ امام باقر صلوات الله و سلامه علیه در یک روایتی بیان می‌فرمان که به این دلیل که گفت من از جلو میرم و شما از پشت سر من رو راهنمایی کنید که به راست برم یا به چپ، که اگر باد لباس من رو کنار زد او نگاهش به من که ناموس دیگری هستم و نامحرم هستم نیفته.
خب پس بنابراین قرآن نیرومند بودن و سلامت جسم این دو پیامبر الهی رو که حضرت موسی پیامبر اولوالعزم الهی ستوده و تمجید کرده. ورزش اسباب نشاط و روح افزایی انسان میشه و در اسلام ورزش هایی مثل سوارکاری، تیراندازی و شنا مورد تأکید قرار گرفته که این سرشته ورزشی فرح و انبساط رو در انسان بیشتر از رشته های ورزشی دیگه ایجاد میکنه. این یه نکته. نکته دوم، نشست و برخاست با یک دیگر به ویژه با اقوام و خیشاوندان یکی از بهترین انواع تفریح های سالم که این عمل آنچنان مورد تأکید در روایات فراوان قرار گرفته و نیز در آیات قرآن هم همینجور مورد تأکید قرار گرفته و خدای متعال در آیات مختلف قرآن این حقیقت رو این گونه بیان کرده که نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی داشته باشید و با مردم نیکو سخن بگید. لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. آیه 83 سوره مبارکه بقره. اول دعوت به توحید شده، جز خدا رو نپرستید. بعد از او به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان نیکی کنید و با مردم با خوش زبانی سخن بگویید و نماز رو به پا دارید و زکات رو بپردازید. از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه در تفسیر آیه 20 سوره مبارکه رعد نقل شده که اونچه خدا به اون فرمان داده اینه که انسان پیوندش رو با بستگانش قطع نکنه، یعنی صله رحم به جا بیاره. باز از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل شده که اون حضرت فرمودن زودترین خیر از نظر ثواب صله رحمه، یعنی کسی که صله رحم میکنه زود به ثوابش میرسه و آثار وضعی اون رو به زودی در زندگی خودش پیدا میکنه. باز از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه برای صله رحم و آثار او روایتی نقل شده که فرمودن صله رحم آثارش اینها هستند: یک، اعمال انسان رو پاکیزه میکنه، تزکیه میکنه. دو، اموال انسان رو زیاد میکنه. یکی از اسباب زیادی رزق و روزی صله رحمه. بلا رو دفع میکنه. صله رحم سبب نزول رحمت و دفع بلای الهیه. حساب انسان رو در روز قیامت آسان میکنه و اجل انسان رو به تأخیر میندازه. لذا در این عصر و در این دوره که گاهی انسان گرفتار بلاهای آسمانی و زمینی میشه، یکی از اموری که ایجاد انبساط فرح بخشی در انسان میکنه صله رحمه. انسان وقتی با ارحام خودش هست حال روانیش خوبه، نشاط داره، بهجت و سرور قلبی داره
لذا قرآن و روایات سفارش دارن به صله رحم و احسان به ارحام، در رأس اونها والدین که آثار و برکاتش رو در حدیث امام باقر علیه السلام ملاحظه فرمودید. اما باز یک روایت راجع به زیارت و دیدن ارحام و دوستان، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه می فرمان من زار اخاه فی بیته، کسی که برادر مؤمن و مسلمان خودش رو در خانه او زیارت بکنه، قال الله عز و جل لهو، خدای متعال به او میگه انت ضیفی، تو میهمان من هستی، و زائری، و زیارت کننده من هستی. یعنی کسی که برادر مؤمنش رو، رحم خودش رو زیارت میکنه، گویی که خدای متعال رو زیارت کرده. و زائری علی قراک، و چون زائر خدا هستی، خدا میفرماد من از تو پذیرایی میکنم. و قد اوجبت لک الجنه بحبک ایاه، و بهشت رو بر تو واجب کردم به جهت دوستیت با برادرت. دوستی رحم، دوستی برادر، دوستی پدر و مادر و اقربا سبب این میشه که زائر ارحام زائر خدای متعاله، و مزد زیارت پروردگار متعال انسان رو بهشتی میکنه. این مزد بسیار بسیار ارزشمندیه که ما در زیارت امام حسین علیه السلام همچه مزدی رو ملاحظه میکنیم، که خدای متعال زائر امام حسین رو زائر خودش میدونه. زائر برادر مؤمن هم زائر خداست، زائر پدر مادر هم زائر خداست. انسان با ارحام خودش اگر ارتباط برقرار بکنه، در رضای الهی قرار میگیره. علاوه بر آثاری که ذکر شد، انسان وقتی رضای الهی شاملش میشه، قلبش نورانی میشه، اطمینان خاطر پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه، سرور و بهجت قلبی نصیبش میشه. پس دو تا نکته امشب محضر مبارکتون عرض کردیم: ورزش، به ویژه ورزش های تیراندازی، اسب سواری و شنا سفارش شده، و همچنین صله رحم اسباب نشاط و سرور انسان میشه و طول عمر انسان و سلامتی انسان و در عاقبت رضای الهی و بهشت و جنت مزد انسانی است که در مسیر حق پروردگار متعال رو راضی میکنه. اما سوال هایی که شده، سوال اول فرمودن با توجه به جذابیت ورزش و اقبال مردمی به اون، چند تا سوال داریم. یک، دیدگاه شرع مقدس اسلام درباره ورزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای چیه؟ حکم شرکت در مسابقات کشوری و جهانی و جوایز اون، حکم اشتغال و کسب درآمد از راه ورزش. اما پاسخ فرمودن اصل ورزش فی نفسه اشکالی نداره، بلکه در شرع مقدس ورزش هایی مثل تیراندازی و سوارکاری و شنا بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، و در فقه روایاتی داریم در خصوص این امر از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، منتها مشروط به اینکه مستلزم حرامی نبوده باشه اون ورزش، و چنانچه منجر به قتل یا ضرب و یا جرح باشه
زمان آوره در ورزش اگر کسی به کسی جرحی وارد بکنه و مورد نهیه. این نسبت به سؤال اول. اما سؤال دوم فرمودن میخواستیم بدانیم آیا ورزش کردن با آهنگی که در کلاس های ورزش پخش میشه جایز هست یا نیست؟ فرمودن اگر استماع نکنن، یعنی دل ندن به این موسیقی، برای اون کسی که داره اونجا ورزش میکنه اشکال شرعی نداره. توجه نکردن به موسیقی برای شخص مشکلی از جهت شرعی ایجاد نمیکنه. گرچه سفارش کردن از جاهای استفاده بشه که سالم و سلامت باشه. فرمودن ورزش بوکس آیا حرامه یا نه؟ در پاسخ فرمودن چنانچه مستلزم تلف عضوی یا تلف قوایی از قوای جسمانی نشه حرام نیست و اگر باشه اونگاه حرام. سوال بعضی نسبت به بازی شطرنج که آیا بازی شطرنج حرام هست یا نیست؟ فرمودن شطرنج مطلقا حرامه، چه برای سرگرمی باشه و بدون برد و باخت، چه با برد و باخت باشه، در هر صورت جایز نیست. روایات متعدد داریم که تحریم شده شطرنج، از جمله روایات روایتی از ابی بصیر از امام صادق سلام الله علیه که میفرمان فروش شطرنج حرامه، خوردن پول اون حرامه، نگه داشتن اون بی ایمانیه، بازی کردن با اون شرکه و سلام کردن بر شطرنج باز گناه و شطرنج باز نماز نداره مگر اون که دستانش رو قبل از وضو آب بکشه و بشوره. این حدیث رو از مستطرفات سرائر صفحه 577 ذکر فرمودن. و در حدیث شریف از آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما اینجور روایت شده که هرگاه شطرنج رو ملاحظه کردید به قاتل امام حسین علیه السلام لعن کنید، چرا که سر مبارک حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه به شماتت شطرنج بازی می شد. گناهانتون آمرزیده میشه. و سپس فرمودن شیعیان و دوستان ما شطرنج بازی نمی کنن و نزدیک اون هم نمیشن. اما سوال بعدی پرسیدن بازی پاسور چه حکمی داره؟ پاسخ اینه بازی با آلات قمار حرام مطلقا، بلکه خرید و فروش و نگه داشتن و هر گونه معامله با او هم حرام. سوال کردن حکم بازی با بیلیارد و بولینگ اینها چطوره؟ جواب فرمودن بولینگ و بیلیارد چنانچه عرفاً آلات قمار و برای قمار ساخته نشده باشه بازی با اون بدون برد و باخت اشکالی نداره. سوال بعدی با سلام نظر حضرت آیت الله العظمای شیرازی رو خواستن راجع به تخت نرد. فرمودن اون چه آلت قماره مانند تخت نرد و شطرنج بازی کردن با اینها مطلقا جایز نیست، چون اینها به خصوص روایت دارن ولو اینکه برد و باختی هم در کار نباشه. سوال بعدی بازی دومینو که در بعضی از کشورها مثل ایران و کشورهای دیگه بدون قمار بازی میشه، آیا بازی کردن با اینها چگونه است؟ و
دلیل حرمت این بازی اگر حرامه چیه؟ فرمودن قرآن مجید میسر رو تحریم کرده، هر گونه قمار و یا هر آلتی که با اون قمار میشه. بنابراین هرچه از آلات قماری که دلیل شرعی اسم برده، مثل شطرنج و تخت نرد، و هرچه که عرفاً آلات قمار حساب بشه، بازی با اون مطلقا جایز نیست و تخت نرد از همین قبیله. فرمودن بازی با منچ آیا حرام هست یا حرام نیست؟ فرمودن اگر شرط بندی درش نباشه حرام نیست. پرسیدن در شهر ما برگه های پیشبینی فوتبال به صورت هفتگی وجود داره که این برگه ها که برگه های پیشبینی رو از وزارت ارشاد مجوز رسمی دارند و ساز و کار این برگه ها به این صورته که در هر برگه 16 بازی فوتبال وجود داره که باید اون 16 بازی رو پیشبینی بکنن، مبلغ پولی هم باید پرداخت بکنن با توجه به نحوه پیشبینی، هر فرد از 1000 تومان تا 120,000 تومان که متغیره باید پول پرداخت کنه. اون تعداد از افرادی که پیشبینی رو انجام بدن و بالاترین امتیاز رو کسب بکنن، 65% از مبلغ کل پولی که جمع آوری شده به عنوان جایزه برنده میشه. فرمودن حکم این برگه های پیشبینی فوتبال چگونه است؟ آیا جایز یا جایز نیست؟ پاسخ فرمودن چنانچه شرکت کننده پول رو با رضایت و به عنوان هبه یا وجه مشارکت در این بازی به پردازه و اونچه که بعد میگیره اگر به عنوان جایزه باشه جایزه با این دو شرط و الا جایز نیست، به عنوان هبه یا مشارکت پولو به پردازه، بعد هم اون مجموعه این رو به عنوان جایزه بدن. سوال بعدی فرمودن آیا شرکت در مسابقات رزمی مثل بوکس، مثل بوکسینگ یا UFC اینها آیا حرام هست یا حرام نیست؟ در این مسابقات پولهای زیادی رد و بدل میشه، آیا کسب درآمد از اینها جایز هست یا جایز نیست؟ باز مثل سابق فرمودن چنانچه مستلزم ضرر بالغ باشه یا تلف عضوی یا تلف قوایی، شنواییش رو از دست بده، بیناییش رو از دست بده، اگر اینجور باشه جایز نیست. و در مواردی که جایز نبوده اگر کسب درآمد بشه، کسب درآمد هم جایز نخواهد بود. سوال بعدی فرمودن در بعضی از کشورها ماشین و لوازم گران قیمت رو در معرض بخت‌آزمایی قرار میدن به این صورت که فرد شرکت کننده در مسابقه اقدام به خرید برگه‌ای در تاریخ معین و به قیمت معین میکنه، بعد قرعه‌کشی میکنن و در پایان مدت ذکر شده و شرکت کردن تعدادی از میان مردم مسلمان و غیر مسلمان قرعه کشی صورت میگیره و کسی که قرعه به نامش درمده باشه برنده است، ماشین گران قیمت از آن او میشه و او رو تحویلش میدن. سوال اول فرمودن این نوع بخت آزمایی جایزه یا جایز نیست؟ فرمودن بخت آزمایی جایز نیست.
ولی اگر به عنوان شرکت در مسابقه برگر رو تهیه بکنن و اونها هم قرعه کشی رو به عنوان جایزه بدن، جایزه. پس با دو شرط جایزه، این که به عنوان شرکت در مسابقه برگر رو تهیه بکنن، نه به شرط این که جایزه ببرن. دوم این که تو قرعه کشی به عنوان جایزه پرداخت بشه. فرمودن اگر این ماشین به نام یکی از مسلمان ها در بیاد، در این صورت آیا مسلمان مالک میشه یا نه؟ پاسخ فرمودن اگر به عنوان جایزه باشه، بله مسلمان مالک میشه. سوال بعدی فرمودن اگر ماشین به نام یک غیر مسلمان بیفته، در این صورت میتونیم ماشین رو از او خریداری بکنیم؟ باز پاسخ همینه، خریدن ماشین با اون قیدهای ذکر شده مشکلی نداره. سوال بعدی فرمودن در رشته های ورزشی متعدد مثل کاراته، کونگ فو، ووشو مبارزه وجود داره که تو این مبارزات امکان داره فرد دچار آسیب بشه و ممکنه که آسیب جبران ناپذیر باشه و امکان جلوگیری از این آسیب هم نیست. فرمودن آیا این گونه ورزش ها چطور؟ آیا حلال یا حرام؟ فرمودن ورزشی که باعث آسیب شدید مثل کور شدن خدای ناکرده یا از دست دادن حس بینایی یا حس شنوایی و غیره بشه حرامه. بله چنانچه آسیب جزئی باشه و طرف رضایت بده اشکال نداره. سوال بعدی که فرمودن نگاه کردن مسابقات ورزشی مانند فوتبال، والیبال، کشتی از صفحه تلویزیون بدون قصد لذت برای خانم ها چه حکمی داره؟ ما در بحث نگاه این مطلب رو عرض کردیم، باز تکرار میکنیم. نگاه کردن زن به مواضعی از بدن مرد که معمولا اونها رو نمی پوشونه، مثل سر، صورت و گردن و مانند اینها اشکالی نداره، اما به مواضع دیگه از نگاه کردن باید اجتناب بشه. فرمودن در حاشیه استخر گاهی افراد با وجودی که وقت تنگ نیست با لباس ورزشی نماز میخونن، آیا این نماز اشکال داره یا نه؟ جواب فرمودن خدای متعال در سوره اعراف آیه 31 میفرماد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. در روایات وارد شده که ما مکلف هستیم جهت اقامه نماز لباس‌های مناسب و فاخر و بهترین لباس‌های خودمون رو بپوشیم و اون چه در فرض سوال اومده در تنگی وقت اشکال نداره، اما در غیر تنگی وقت مکروه، یعنی ثواب این نماز کمتره. و آخرین سوال کردن آیا شرط بندی روی مسابقات ورزشی مثل تیراندازی، شنا و فوتبال چنانچه با رضایت کامل طرفین باشه آیا جایز هست یا نیست؟ فرمودن شرط بندی در ورزش تیراندازی جایزه، اما در غیر اون روی هر نوع مسابقه ای با برد و باخت صورت بگیره جایز نیست. ولی اعطای جایزه به فرد برنده در مسابقات اشکال نداره، مؤسسه‌ای، گروهی، شخصی متعهد بشه به برنده جایزه بده، اما برد و باخت و شرط بندی
فقط اون چه که فرمودن در تیراندازی جایزه و در اسب سواری جایزه، در غیر اینها جایز نیست. احکام دیگه‌ای داره که انشاءالله اگر رسیدیم جلسه بعد محضر مبارکتون عرض می‌کنیم. والحمد لله رب العالمین.